پیام های امروز از داخل کشور رو با صحبت های یکی از اشرفیان ها از شهر اهواز آغاز میکنیم که خطاب به اشرفیان صحبت میکنه و خاطرات خودش رو از روز 30 دی سال 1357، یعنی روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه بیان میکنه. سلام به همه عزیزای اشرفی که امید این مملکت و مردم تحت ظلم و ستم رژیم آخوندی شن و همه اشرف نشونای سراسر دنیا که توی این شرایط تا اونجایی که ما خبردار شدیم توی سرمای زمستون حسابی دارن زحمت میکشن و حمایت خودشون رو از شهر امید و شهر آرمان همه ملت ایران که با بینش روشن به دنبال آینده روشن‌ترن و امیدشون اینه که همه عزیزای اشرفی در آینده خیلی نزدیک به کشورشون برگردن و اون همه زیبایی رو که توی شهر اشرف ایجاد کردن توی سراسر مملکت به وجود بیارن. می‌خواستم خاطره ای رو از نیستی دی که روز آزادی عزیزای دربند مجاهدمون توی دوره شاه بوده رو تعریف کنم. دقیقا تو همون روزایی که عزیزامون از بند زندان رژیم ستمشاهی آزاد شده بودن، چند نفری از عزیزان که اهل شهرمون اهواز بودن که این عکسایی رو هم که می‌بینین، من دقیقا همین الان توی همین ساعت 12 شب چهارشنبه گرفتم از پل زیبای شهر اهواز که دقیقا به عنوان نماد شهر اهواز هست، پلی که در این روشنایی تو تاریکی خاص اطرافش هم در گم میشه، مثل همه روشنایی های این کشور و این مملکت که تا این 30 سال به نهایت ظلمت برده شده، که انشالله نور فروغ بچه های اشرف به زودی به تمام مملکت بتابه و روشن روشن روشنش بکنه. روز 30 دی بچه ها از تهران آزاد شده بودن تا رسیدن اهواز، حالا حدوداً یکم یا دوم سوم بهمن بود که ما خبردار شدیم عزیزامون از زندان آزاد شدن و دارن میان. اون روز تظاهرات خیلی پرشکوه و زیبایی از طرف بچه های اهواز برگزار شده بود که منم افتخار حضورش رو داشتم اون روز. باز یکی از همین برادرهایی که از زندان آزاد شده بود شروع کرد به سخنرانی، با صحبتهایی که میکرد از زجر و زحمتی که بچه های مجاهد توی اون دوران کشیده بودن و تلاشی که برای سرنگونی رژیم داشتن. اونجا بود با صحبت‌های اون عزیز من متوجه شدم که در واقع این مجاهدین خلق ایران بودن که علم مبارزه بر علیه رژیم شاه رو برافراشتن، روشن نگه داشتن و تا به اینجا رسوندن و اون چیزی که ما داریم دست پیدا می‌کنیم بهش ثمره خون همون عزیزای مجاهده. از اونجا تا الان با 120 هزار شهید عزیزی که همه می‌دونیم از بهترین، پاک‌ترین، آگاه‌ترین و روشن ضمیرترین بچه‌های این مرز و بوم بودن. اونجا بود با صحبت‌های اون عزیز که من با نام مسعود آشنا شدم و تلاش‌ها و زجرها و شکنجه‌هایی که مسعود طی اون دوران اسارتش کشیده بود و حفظ کرده بود، بار سنگین رسالتی رو که از بنیانگذاران سازمان به دوشش گذاشته بود، گذاشته بودن. و تماماً طی این سال‌ها چه زیبا و چه قشنگ این بار رو به بچه‌ها منتقل کرد. به تک تک بچه ها، به همه اون 120 هزار شهید و به همه عزیزان اشرفی که الان حضور دارین توی اون شهر زیبا و قبله آمال ما و اشرف نشان های سراسر دنیا، چقدر قشنگ و چقدر خالصانه و امانت دار. خوشا به امانتی که منتقل کردیم مسعود، خوشا به ما که چون تویی رو توی دوران داریم باید و باید چون میتوان در جهت رهایی این مملکت از ظلم و ستم آخوندی و این شیادان و رذیلان پست متحجر قرار بگیره و فردای روشن رو بتونیم به این جامعه تقدیم بکنیم، که اول خداوند و بعد همه تلاش های مریم عزیزمون رئیس جمهور انتخاب شده از طرف دلهای پاک و سرشار از امید به آزادی و رهایی مسعود طی تمام این دوران تونسته این بار سنگین رو به درستی بدون کم و کاست منتقل بکنه. موفق باشید عزیزان. آرزوی ما دیدار تک تکتونه توی این خاک به یغما رفته و مورد ظلم و ستم قرار گرفته.
درود میفرستیم به همه اشرف نشانها در هر کجا که هستند. از یک اشرف نشان دیگه از داخل کشور به نام پروانه که قسمتی از نامه‌ای رو که برای برادرش در اشرف نوشته بود لطف کرده برای ما هم فرستاده، اینو براتون میخونم. در آرزوی روزی بودم که احساساتم را بگویم و همه عشق و عواطفم را نثار تو برادر عزیزم که هرگز ندیدمت بکنم. هرچند که این دوری برایم خیلی سخت است، اما وقتی به آرمان بزرگ همه ما برای آزادی ایران و فردای روشن برای فرزندان ایران فکر میکنم، سختی ها و دوری ها رنگ میبازند. اگر بدانی چقدر به تو و بقیه اشرفی ها افتخار میکنم، در روزگاری که ظلمت و سیاهی آسمان ایران را در بر گرفته، شما تنها روشنی بخش قلب های مردم ایران هستید و با ایستادگی خود درس مقاومت را به همه ما آموختید. بدون شک روزی دیوار دردها فرو خواهد ریخت. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. خواهرت پروانه.